میگیره برعکسش میکنه، وارونش میکنه، مدرنش میکنه. یعنی از اشارهایی که تو این شعر هست اگر دقت کنید میبینید مثلا مسئله سیب هست، باغ هست و مسئله رابطه زن و مرد هست، ولی این رابطه خیلی رابطه به اصطلاح برابر هست، عاشقانه هست، در راه تکامل هست و خیلی با اون حدیثی که توی حدیث آدم و حوا که گفته میشه درست در تضاد با اون هست. اینجا دستیابی به آزادی و رهایی هست به اصطلاح و بر اساس روابط عاشقانه بین زن و مرد. و بعد اطرافش خب در محاصره کلاغ هاست، کلاغ هم خبرچینی میکنن یا ترس و وحشت ایجاد میکنن و این دو نفر عاشق و معشوق رو دچار هراس و به اصطلاح وحشت زدگی میکنن و این دنیای اطراف به اصطلاح. ولی مثلا اشاره‌ای هست به اینکه از خرگوشان، از جانوران در واقع سوال میکنن، از آهوها، از جانوران سوال میکنن که چه باید کرد. یعنی مرجع فروغ متن‌های مقدس یا مقام‌های دینی و غیر و غیره نیستن، مرجع در واقع حالا این جانوران که سمبل مظهر آزادگی، مظهر به اصطلاح بیشتر رشد و شکوفایی هستند، از اینها سوال میکنن که چه باید کرد. به هر حال این چارچوب فکری فروغ رو مشخص میشه، یعنی دنیای آرمانی که در روابط زن و مرد چگونه باید باشه تو این شعر منعکس میشه. ولی انتظارهای جامعه از زن یه چیز دیگه بوده. یه انتظار این بوده که زن سکوت کنه، ساکن باشه، حرکت نکنه و خاموش باشه تا مطیع باشه و غیره و غیره. یک سری ارزش‌های منفی رو همیشه به زن نسبت دادن در طول تاریخ، هر چیزی که منفی هست، مثلا مثل همین سکون، مثلا مطیع بودن و غیره و غیره. و این انتظارهای جامعه از زن هست. قشنگ این تصویر توی شعر عروسک کوکی میاد. عروسک کوکی. بیش از اینها آهاری، بیش از اینها میتوان خاموش، میتوان ساعات طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل یک فنجان، در گلی بی رنگ برقایی، در خطی موهوم بر دیوار. می توان بر جای باقی ماند، در کنار پرده، اما کور، اما کر. می توان فریاد زد با صدای سخت کاذب، سخت بیگانه، دوست می دارم. می توان در بازوان چیره یک مرد ماده زیبا و سالم بود، با تنی چون سفره چرمین، با دو پستان درشت سخت. می توان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد، اسمت یک عشق را آلود. می توان یک عمر زانو زد با سری افکنده در پای ظریحی سرد. می توان در گور مجهولی خدا را دید. می توان با سکه‌ای ناچیز ایمان یافت. می توان در حجره‌های مسجدی پوسی چون زیارت نام خانی پیر. می توان زیبایی یک لحظه را با شر مثل یک عکس سیاه مضحک فوری در ته صندوق مخفی کرد. می توان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مغلوب یا مصلوب را آویخت. می توان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشان، می توان با نقش های پوچتر آمیخت. می توان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. می
میتوان در جعبه ماهوت باطنی انباشته از کاه سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم، آه من بسیار خوشبختم. مرسی. یعنی همونطور که ملاحظه میکنید در این شعر فروغ در واقع تمام اون ارزش‌های منفی رو که نسبت به زن میدن جمع کرده و این زن عروسک کوکی باید دارای این تمام این به اصطلاح صفت‌ها هست و خب معلومه که به طنز فروغ این حرف رو میزنه و وقتی میگه میتوان عروسک کوکی بود ولی معنیش شاید این هست که در این حال میتوان چیز دیگری بود، میتوان کس دیگری بود، میتوان شخص دیگر، زن دیگری بود و اون زن دیگر همونطور که گفتم مثلا توی شعر فتح با منعکس میشه. ولی فروغ از اول جوانیش در واقع اینکه چگونه زنی باید بود، زنی شروع، پر شر و شور، پر هیجان، پر انرژی، پر احساس و مستقل، یاغی و کسی که میخواد سرنوشت خودش رو به دست بگیره و کسی که حق آزادی، حق بیان میخواد، آزادی حضور میخواد، آزادی و برابری و حقوق میخواد. از همون جوانی این ایدئال فروغ هست و این رو مثل یک بمب توی جامعه میترکونه با این شعری که خواهید شنید که همه آشنا هستید، گناه. گناه کردم گناهی پر ز لذت گوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر زرازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید ز خواهش های چشم پر نیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم، لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه اش، تو را میخواهم ای جانانه من، تو را میخواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه من. هوس در دیدگانش شعله افروخت، شراب سرخ در پیمانه رقصید، تن من در بیان بستر نر به روی سینه‌اش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و خام مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم، در آن خلوتگه تاریک و خاموش. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و خام مدهوش. خداوندا چه میدانم چه کردم، در آن خلوتگه تاریک و خاموش. مرسی. همانطور که دقت کردید توی این شعر در واقع صرف نظر از همه آنچه که در مورد این شعر گفته شده، جنجال ها و رسوایی هایی که برانگیخته شده در جامعه، ولی در واقع یک دیدگاه جدید رو فروغ مطرح میکنه. یعنی فروغ توی این شعر به عنوان یک شخص، به عنوان یک فاعل، یک سوژه فاعل عمل میکنه. رابطه زن و مرد رو در واقع حتی به طور طنزآمیز با
برعکس کرده، یعنی مردی که مفعول شده و زن